شاهن سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با مساق سمی همین الان هم ایران دردسر کم نداره در خود منطقه خاور میانه چرا به نظرتون اینقدر تمام قد پشت روسیه ایستادن و دارن حمایت میکنن ازش در جنگ با اوکراین با درود به شما مردم عزیز ایران جمهوری اسلامی راه دیگری نداره رفیق دیگری نداره جمهوری اسلامی در حال حاضر انقدر خودش رو در یک تنگنای قرار داده که فقط و فقط به خاطر اینه که در آینده بتونه از راهکار شورای امنیت سازمان ملل فرار بکنه و اگر قرار باشه قطنامه بر علیه جمهوری اسلامی در زمینه امور تروریستی که انجام میده صادر بشه و اونجا محتملا روسیه به کمکش بیاد داره تمام قد از روسیه حمایت میکنه اما این رو هم میدونه که روسیه تا الان نشون داده که رفیق خوبی نیست اون جایی که منافع روسیه حکم بکنه به وضوح و به شدت به جمهوری اسلامی پشت میکنه و از اونها حمایت نخواهد کرد همون گونه که تا الان هم دیدیم که این کار رو بکنه به نظر من این یک اشتباه تاکتیکی هست که جمهوری اسلامی داره مرتکب میشه و فکر میکنه که با این گونه عمل کرد میتونه از روسیه یک پوان مثبتی به دست بیاره نکته قابل توجه اینجا این هست که در گزارش بانو رحمتی هم شنیدیم که حتی کشورهایی به مانند انگلستان و فرانسه هم الان دیگه به اون مرحله رسیدند که میگن برای جلوگیری از تعرضات فراتر روسیه ما باید دست به اقدامات نظامی بزنیم یعنی در حقیقت اینا همگیشون دارن به اون جایی میرسن که میگن ما هیچ راهکاری به غیر از وابستگی شدن به نیروی زور و نیروی نظامی برای مقابله با پوتین نداریم آمریکایی‌ها چقدر به نظرتون کمکاری کردن تا اینجا چون بدون شک اونها هم از نظر اطلاعاتی هم از نظر سیاسی میدونستن که چقدر ایران داره نقش بازی میکنه آمریکایی‌ها سعی کردن که بیان میانه راه رو بگیرن که هم بتونن با روسیه به یک حالت تعاملی برسن و وارد جنگ نشن و هم از طرف دیگر بتونن یک راه کاری حتی برای پشت صحنه برای گفتگو با جمهوری اسلامی داشته باشند اما در حال حاضر تمام معادلات انتخاباتی جو ایالات متحده هم عوض شده از یک طرف خانم کاملا هریس بر این باور هست که هر گونه اقدامی بر علیه روسیه انجام بشه الان از لحاظ امنیت ملی به نفع امریکا و به نفع ایشون خواهد بود پس هیچ سوختی نداره مسئله از طرف دیگر آقای ترامپ رو میخوان در یک مخمسه ای قرار بدن چون به گفته اونها آقای ترامپ روابط بهتری با پوتین داره و سعی خواهد کرد اگر رئیس جمهور بشه متخاسم با پوتین نباشه به همین جهت الان دولت فعلی امریکا فکر میکنه که این یک معادله برد برد هست و اگر با اروپایی ها هم صدا بشن و بخوان این کار را از پیش ببرن خب هم به نفع خودشون در انتخابات عمل کردن هم به ضرر رقیب انتخاباتیشون اما اونجایی کار سخت میشه که ایالات متحده با یستی پاسخگو باشه که چرا تا الان تحمل کردن تا الان تحمل کردنشونم من فکر میکنم فقط میخواستن کجدار و مریض با جمهوری اسلامی رفتار بود ولی از منظر جمهوری اسلامی از یک طرفی اتفاقا تصمیم عاقلانه ای نیست برای اینکه بالاخره روسیه که از بزرگترین قدرت های جهان رقم همه مشکلاتی که داره عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هست همسایه شمالی ایران حالا اگر در یک خزر رو حساب بکنیم و دارای سلاح های یعنی در یک بحران بزرگ بین المللی اونها هم میتونن به کمک جمهوری اسلامی بیان نه؟ فرمایش شما درسته اما روسیه در حال حاضر در منطقه تضعیفی قرار گرفته روسیه اون تسلیحاتی رو که داشته یا اون توانمندی نظامی رو که داشته و همه ازش وحشت داشتن رو در اوکراین اون چه که نشون داده خلاف اون گفته ها بوده پس... نشون داده شده که روسیه در, حال در واقع یک ببر کاغذی است و به خاطر همون هم هست که کشورهای بزرگ دنیا دارن روی این فکر میکنن که روسیه نمیتونه و نخواهد توانست که بخواد به کمک جمهوری اسلامی بیاد جمهوری اسلامی این فکر رو میکنه که بله اونها میتونن به ما کمک بکنن ولی روسیه چون اون توانمندی رو از خودش الان نشون نداده در یک نقطه تضعیف شده ای قرار گرفته و من فکر میکنم پوتین هیچ گونه علاقمندی به یک درگیری دیگه یا حتی به یک عملکرد نظامی در جای دیگری فکر نکنه چون میخواد هرچه سریع تر بتونه مسئله اوکراین رو به نتیجه برسونه ممنونم از شما شاهین سمیه کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا